در چند روز گذشته برخوردهای شدیدی با معترضان در کرمانشاه صورت گرفته. دادستان این شهر گفته کسانی که به قول او به صورت گسترده اموال عمومی را تخریب کرده اند مفسد فی‌الارض محسوب می شوند و با آنها به شدت برخورد خواهد شد. یکی از شهروندان کرمانشاه از وضعیت امروز این شهر به ما گفته. دیشب و امروز به شدت دارن کنترل میکنن جو شهر، تقریبا خروجی شهر الان من اطلاع دادن کنترل میکنن، بازرسی گذاشتن. تجمعی نبوده مگه به صورت خیلی خیلی پراکنده، ولی خب به شدت جو شهر الان امنیتیه. تقریبا کل سطح شهر معمولا بیشتر بانک ها مراکز های دولتی آسیب زدن، تعداد کشته مشخص نیست، تعداد زخمی اصلا مشخص نیست، چون که بیمارستان اینجوری گفتن بیمارستان کنترل میشه و کسایی هستن، شاید نیستی از جمله خودم، میترسن به بیمارستان مراجعه کنن، ترجیح میدن اگر ساچمه ای باشه، اگر زخمی باشن، اگر باشه تعامل کنن به بیمارستان نرن که عاقبتش جای خوبی نیست. زخمی خیلی زیاد داشتیم، همون روز که خودم بودم تا موقعی بودم زخمی تعدادش بالا بود و آمار مشخصی نیستش. میگم نمیتونم برم بیمارستان مگه دیگه شدت خیلی بالا باشه، مثلا مثل چندتایی داشتیم تو کرمانشاه، تو شهرستان جوانرود داشتیم که دیگه واقعا وضعیتشون اورژانسی بوده، اومدم بیمارستان، بله وضعیتشون خوب نیستش و شهیدم دادم. یک سوال اصلی در جریان این اعتراضات این بوده که خواسته معترضان چیست و آیا آنها تنها به گرانی بنزین معترضند یا مطالبات دیگری هم دارند. ماکان از کرمانشاه معتقد است که افزایش قیمت بنزین فقط بهانه‌ای برای شروع اعتراضات بوده. اصلا خواسته مردم صرفا بنزین نیست. خواسته مردم کی گفته بنزین بهونه بود که مردم بیان تو خیابون؟ بنزین یکی از دلایلشه. گرونیه، ظلم و زوریه که به مردم میشه، حق مردمه. این همه سرمایه‌ای که ما داریم، این همه تو ایامی که 53 میلیارد بشکه چای ذخیره نفتی که پیدا کردن میان بنزین رو گرون میکنن، این همه ظلمی که میشه که به کسانی کمک میکنن، مملکت خودمون، مردم خودمون از گشنگی دارن، از فقر دارن به هزار بیراهه میرن، ولی خب کمک میکنن به کشورهای دیگه، علنا میگه ما کمک میکنیم به کشورهای دیگه. نمیدونم ما چرا انقلاب و دنبال صدور انقلابیم که چی به ما میرسه. وقتی که من خودم گشنم چرا باید به کشورهای دیگه کمک کنم؟ خواسته خیلی زیاده و خیلی خیلی زیاده. بنزین میتونه یه دلیلش باشه قطعا، بنزین همش نیستش. آقای روحانی خیانت کردن به مردم. آقای روحانی از هم شاید بگم جز اونایی که مردم خیلی از، چون آقای روحانی با شعارهای اومد، با قول و وعده های اومد که همش زد زیر همش. آقای روحانی میخواد چه کار کنه؟ چرا من، البته من میگم من خودم یکی هم که غلط کردم و انقدر توسری خوردم که به آقای روحانی رأی دادم. کاش میشد آقا اونوریا باشه، من اونوریا میگم آقا ما ظلم میکنیم دستمون درد نکنه، ما هدفمون مشخصه. آقای روحانی با چه شعارهایی اومد؟ با چه هدفهایی اومد؟ چرا وعده داد و به کجا رسید؟